سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من بهار هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه تو کانال یوتیوب من. بچه‌ها قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیو امروز و حالا بخوام توضیحاتشو بهتون بگم، لطفاً یه ثانیه وقت بذارید و دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدید و این ویدیو رو هم لایکش کنید. کاری ندارم. یه ثانیه سابسکرایب لایک، یه ثانیه سابسکرایب لایک، سابسکرایب لایک. همین. سابسکرایب کردن بچه‌ها روی یوتیوب رایگان هستش و هیچ چیز منفی و بدی برای شما نداره. یه ثانیه، 1000 ثانیه وقتتون نمیگیره، ولی برای من انرژی مثبت خالصه. پس حتما سابسکرایب کنید. خب داستان اینه که بچه‌ها، من چند روز پیش یه استوری گذاشتم که ازتون خواستم ترکیب چند تا خوراکی که میخورید به نظرتون خوشمزه است ولی به نظر همه عجیبه رو برای من بگید که منم توی این ویدیو امتحانشون کنم ببینم که سلیقتون چطوری است. بهتون بگم پایه تمام خوراکی که واسه من نوشته بودید، ترکیبی که نوشته بودید، چیپس و پفک بود. من رفتم یه دونه بسته چیپس بزرگ و یه بسته پفک بزرگ خریدم که همه رو با هم امتحان بکنیم دیگه، ببینیم که چه جوری است و شما این دوتا رو با چیا میخورید. حالا یه چیزای دیگه هم داره ولی اینا اصلی هاشن. پفک و سالاد شیرازی رو یه نفر برام نوشته بود که من یه ظرف سالاد شیرازی اینجا درست کردم که امتحان بکنیم، و پفک و نوشابه خیلی ها نوشته بودن و پفک و نون با هر نوع نونی ها، یکی نوشته بود نون بربری، یکی نوشته بود نون لواش، یکی نوشته بود نون سنگک، ولی ما تو خونمون فقط به خاطر مسائل سلامتی فقط نون سنگک یا نون جو میخوریم، و از اونجایی که من فکر نمی کنم که پفک با نون جو جالب بشه، پفک و نون سنگک رو میخوام امتحان کنم. بریم نارو بخوریم دیگه، بریم بخوریم ببینیم چه جوری است. پفک با سالاد شیرازی چه جوری می‌خوری اصلا؟ اصلا یعنی یه گاز پفک می‌زنی یه قاشق سالاد شیرازی. بابا پفک خیلی وقت نخوردم به خاطر رژیم و داستانا. به هم نمیان، میدونی؟ پفک و سالاد شیرازی یه طوریه، میدونی؟ یه جوریمه. یه جوریه واقعا، نه که بدمزه باشه، ولی خب چرا آخه؟ این ترکیبی زیاد بچه ها مورد علاقه هم نبود. به پفک و سالاد شیرازی من چند بدم از ده؟ 4 میدم از 10. پفک و نوشابه خیلی هم تاکید کرد که نوشابه باید مشکی باشه. بله چشم، نوشابه مشکی میخوریم. فکر نکن خیلی چیز عجیبی باشه. مزهش اصلا عجیب نیست، مزهش خیلی برام آشناست، انگار 12 ساله که دارم هر روز پفک و نوشابه میخورم. به پفک و نوشابه من 6.5 میدم از 10. بچه دنبال یه طعم خیلی خاصم، خیلی خاص. خب نون سنگکم میخوایم با پفک بخوریم. لقمه میکنید یعنی اینو، یا همین جوری جدا جدا میخورید؟ بذار لقمه کنم. اینم برام عجیب نیست. ببین خوشمزه است ولی اولا که یه کمی سنگین بود. دیدی پفک و زیاد میخوری یه جوریه سر دلت انگار میمونه. حالا فکر کن با نون بخوای بخوری که اونم دوباره نشسته است. یه ذره سنگین بود ترکیبش، ولی بهش مثلا تو بگو 6 میدم از 10. 5.5. 5.5 میدم از 10. بچه ها تقریبا 1000 نفر برام نوشته بودید که چیپس با دوغ خیلی میخورید، و اصلا یه سری نوشته بودن که اصلا بدون دوغ لب به چیپس نمیزنن، و از اونجایی که چیپس و ماست خیلی خوشمزه است، من به این ترکیب اعتماد میکنم و میخورم، به نظرم خوب میشه. مزه چیپس میده، چیپس با دوغ.
خوشمزه است. این خیلی خوشمزه است. اینو دوست داشتم واقعا. یعنی اینو من شاید دوباره هم امتحان کنم. خیلی خوبه خدای. به این ترکیب من 8 میدم از 10. اینو حتما امتحان کنید. چیپس و دوغ خوب بود با هم. یه چیز دیگه هم که زیاد نوشته بودید بستنی کاکائویی بود با نون که نوشته بودید نون بربری فکر کنم، ولی خب همونطور که توضیح دادم ما فقط نون سنگک داریم و دیگه به همین رضایت بدید. آره. خب بچه‌ها میدونید که من به چوب بستنی نمیتونم دست بزنم به هیچ عنوان. ببین مزهش اصلا بد نیست و اینم خیلی عادی و معمولی میگم، انگار 10 سال دارم این ترکیب رو هر روز میخورم. مزه اینو میده که نون سنگک رو با شکلات صبحانه میخوریم صبح. مزه اونو میده دقیقا. خام شکلاتی منظورمه. خام شکلاتی دیدید مال پاک از این مربعا با نون دقیقا انگار همونو داریم میخوریم، منتها خام شکلاتی خیلی سرده. به این ترکیبی هم من 7.5 میدم از 10. 7.5 از 10. خب یکی بر من نوشته بود خیار و بیسکویت، ولی ننوشت چه بیسکویتی. من اینجا بیسکویت های بای دارم، امیدوارم همین اوکی باشه. نه شاید با بیسکویتی باید باشه که داخلش نه کرم داره نه شکلات داره نه هیچی، چون اصلا مزه بیسکویتش معلوم نیست، فقط انگار داری خیار با شکلات میخوری. خیار با شکلات دوست دارید بخورید؟ دقیقا همینه. بیسکویت و خیار اصلا با هم خوب نبود. نمیدونم شاید من میگم بیسکویت اشتباهی انتخاب کرده بودم، ولی این ترکیبی که من الان خوردم نمرش 2 از 10. 2. یکی هم بر من نشد خیار دارچین. خب الان من میخوام دارچینم بریزم روی خیارو بخورم ببینم چجوریه. تمام میکروفون و گوشی و زندگیم همه شد دارچین. هیچ مزه ای نداره. یه ذره مزه داره که خوب نیست. انگار خیاریه که یا داری با هیچی میخوری یا داری با یه پودر اینجوری دوندون میاد. هیچ مزه خاصی نداره و اصلا خوب نیست. به خیار و دارچین بچه ها من 3 میدم از 10. خب بچه ها بستنی وانیلی با چیپس و بستنی وانیلی با پفکم بر من نوشته بودید. منتها من بستنی با چیپس رو توی یک از پست‌های اینستا امتحان کردم. اگه که ندیدید لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما برید ببینید. الان میخواییم بستنی با پفک رو بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. دوباره اینو میذاریم اینجا رو پامون. اینم باز میکنیم. من کلن توی تمای بستنی خیلی وانیل رو دوست ندارم، ولی خب ببینیم چه مزه‌ایه. خوب نیست. پنیر خامه‌ای رو دیدید که یه ذره نمک دارن، یعنی هم شیرینن پنیر خامه‌ای هن هم یه خورده شوری میزنن. نمیدونم دیدید یا نه. این مثل اوناست که خوب نیست. مثل این که یه مارک خوشمزه نیست اونو بخرید. نه اصلا از این خوشم نیومد. 2.5 میدم از 10.
خب بچه اینم از این نظرتون چی بود؟ شما کدوم یکی از این ترکیبی ها رو خوردید و به نظرتون مزهشون چجوری هن؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه پارت دو این ویدیو رو هم خواستید بازم تو کامنت ها برام بنویسید، چون تعداد پیاماتون خیلی خیلی زیاد بود و من قاعدتا نمیتونستم همشون رو توی یک ویدیو امتحان کنم. پس اگه پارت دو خواستید حتما برام بنویسید. مثل همیشه خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدید و این ویدیو رو هم که لایکش کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یک ویدیو دیگه با بهار، خدا نگهدار.